بازار ارزهای دیجیتال رو میشه یکی از پرسودترین بازارهای مالی جهان دونست. در سالهای اخیر بازار کریپتوکارنسی یکی از بازارهای خیلی ترند اخبار روز بوده و این موضوع یکی از نشونه های اهمیت این بازاره. در این ویدیو قصد داریم تا به معرفی ارزهای پرسود هفته گذشته بپردازیم. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به معرفی و صحبت درباره ارزهای پرسود هفته گذشته بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. پرسودترین رمزارزهای هفته رو بشناسید. توکن‌های دیفای تونستن جهش‌های بسیار خوبی رو داشته باشن. ترا تونست در روزهای گذشته حدود 54% رشد داشته باشه. همچنین ارز فانتوم هم تونست رشد 21% رو ثبت کنه. وبسایت کوینگکو گزارش کرده که در هفته‌های گذشته و بین 100 ارز برتر بازار در مارکت، 6 دارایی تونستن رشدی بیش از 50% داشته باشن. از طرفی سایت ددیفایند گزارش کرده که ارزش بازار که به کمتر از 100 میلیارد دلار رسیده بود به بیش از 122 میلیارد دلار رسیده، هرچند که میزان سرمایه قفل شده تا حدود زیادی ملایم بوده. بر اساس گزارش وبسایت دیفای لاما، اتریوم و سولانا هم از کمترین میزان TVL خود رشدی 5% رو ثبت کردند. هرچند که زنجیره هوشمند بایننس و پالیگان حدود 3% رشد کرده. از طرفی نرخ کوین سوزی اتریوم هم کاهش پیدا کرده و تونست به 3.6 واحد اتریوم در دقیقه برسه. این رقم نسبت به ژانویه کاهش 60% داشته. این کاهش TVL و قیمت توکن‌های دیفای باعث شد تا عده‌ای نگران تموم شدن دوره حوزه دیفای باشند. ریزش کلی بازار کریپتو باعث شد تا توکن‌های زیادی بیش از نصف ارزششون رو از دست بدن. این در حالیه که TVL این پروژه‌ها از نوامبر تا اوایل فوریه فقط 27% کاهش پیدا کرده. رشد ترا ادامه داره. بهتر قبل از هر چیز این ارز رو معرفی و بررسی کنیم. ارز دیجیتال ترا به اندازه بیت کوین در دنیای ارزهای دیجیتال محبوب نیست. اما این توکن توسط بایننس سرمایه گذاری شده و یه سکه دیفایه. رابطه بین دلار و واحد پول ترا رو میشه با رابطه زمین و ماه مقایسه کرد که برای ثبات و چرخش به همدیگه نیاز دارن. لونا دومین ارز دیجیتال ارائه شده توسط اکوسیستم تراست. دارندگان این ارز میتونن تصمیم گیرنده باشن و به پیشنهادهایی رأی بدن که قراره جنبه‌های مختلف پروتکل شما رو تغییر بدن و در نتیجه در فرایند حاکمیت شبکه شرکت کنن. این رای دهندگان میتونن ساختار پاداش یا چیزهای دیگر رو تغییر بدن و این خیلی مهمه. این ارز تونسته نظر خیلی از افراد رو به خودش جلب کنه. ترا حرکت افزایشیش رو از نظر قیمت و TVL ادامه داده. مقدار TVL ترا به 23.5 میلیارد دلار رسیده که نسبت به 5 هفته گذشته رشدی 100% داشته.
4 پروژه برتر این شبکه تونستن در هفته‌های اخیر رشد عالی داشته باشن. بزرگترین پروژه فعال در شبکه ترا یعنی آنکور در 3 روز گذشته رشدی 63% داشته. بعد از اون هم لیدو قرار گرفته که 68% و استیدر هم به میزان 179% رشد کرده. لازم به ذکره که آنکور و لیدو روی هم 82.5% از کل TVL این شبکه رو به خودشون اختصاص دادن. فانتوم یه پروژه جاه طلبانه است که به دنبال ساخت یه پلتفرم مبتنی بر DAGه که میتونه در شهرهای هوشمند استفاده بشه. پلتفرم فانتوم یه پلتفرم هوشمند با کارایی بالاست که برای ایجاد مقیاس پذیری برای دارایی‌های دیجیتال و دی‌اپس طراحی شده. فانتوم از سرعت و عملکرد بالایی برخورداره و به همین دلیل معتقده که میتونه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات رو در شهرهای هوشمند آینده فراهم کنه. فانتوم رو نمیشه یه بلاکچین در نظر گرفت. اما فانتوم شبکه‌ای از بلاکچینه که ویژگی‌هایی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. در واقع فانتوم رو میشه یکی از بهترین پروژه‌های برتر دیفای دونست که میزان TVL اون بعد از رشدی 60% تونست به بیش از 11.5 میلیارد دلار برسه. سالیدی و سالیدکس که یکی دکس و پروتکل سوددهی هستند رو مهمترین دلایل رشد فانتوم میدونن. بزرگترین اپلیکیشن غیر متمرکز این شبکه مالتی چین هم هفته خیلی خوبی داشته و TVL اون بیش از 33.5% رشد کرده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما درباره ارز ترا و فانتوم چیه؟ به نظر شما آینده این ارزها چطور میتونه باشه؟ در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.